29 شهریور ماه 1398 خورشیدی و 20 سپتامبر 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمله نظامی به مراکز نفتی عربستان. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه طبق معمول. تقدیمی این هفته در پیامد انتشار خبر خودسوزی سحر خدایاری است، دختر آبی، که تبدیل شده به یک رویداد جهانی. مختصر عرض کنم که میدونید سحر خدایاری که به دلیل طرفداریش از تیم فوتبال استقلال تهران بهش میگن دختر آبی، بعد از اینکه نذاشتن بره تو استادیوم بازداشت شد و بعد با وثیقه 50 میلیون تومانی که پدرش گذاشت آزاد شد و 12 شهریور بعد از اینکه بهش گفتن 6 ماه زندان براش بریده شده خودش آتیش زد تو خیابون. 4 روز بعد 16 شهریور تو بیمارستان درگذشت. فارغ از حاشیه‌هایی که حکومت با سوء استفاده از پدر سحر سعی کرد به وجود بیاره و موضوع رو منحرف کنه که دیگه همه میدونین، دلیل سوختن دختر آبی راه نیافتن زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال بود و انتشار این خبر در جهان جامعه بشری رو تکون داد. مثال‌هایی بزنم خدمتتون. تو آلمان هوادارهای باشگاه وردر برمن شعار نوشته هایی رو تو ورزشگاه بالا بردن، روش نوشته نه به ممنوعیت جنسیتی در ورزشگاه ها به یاد سحر خدایاری. تو فرانسه هوادارهای تیم لیون شعار نوشته با یاد سحر رو دست گرفتن. تو ایتالیا بازیکنان تیم زنان باشگاه آسه روم ایتالیا بازوبند آبی بستن و نوشتن دختر آبی هوادار 29 ساله فوتبال بود که هفته گذشته خودسوزی کرد. تو کابل لیگ برتر افغانستان، اینجا کابل پایتخت فوتبالی افغانستان، استادیوم فدراسیون فوتبال، دخترای افغان به نشانه همدردی با سحر هشتگ دختر آبی گرفتن و آمدن در حین تماشای مسابقه گل شد در حین تماشای مسابقه لیگ برتر فوتبال افغانستان از سحر و دخترای ایرانی که نمیتونن به استادیوم برن حمایت میکنن. تو خود ایران مردم شمع روشن کردن همون جایی که سحر خدایاری خودش آتیش زد بود در هفتم درگذشت سحر. تو چند روز اخیر فوتبالیای ایران هم بیکار نبودن. بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان، بازیکنان تیم استقلال تهران پیش از شروع بازی با نفت مسجد سلیمان با پیرانهای ورزشی منقش به دختر آبی وارد زمین شدند و به سحر خدایاری ادای احترام کردند. صدا و سیما بازی را با تأخیر شروع کرد تا این بخش از مسابقه را نمایش ندهد. همزمان با این بازی یک شنبه 24 شهریور در جریان مسابقه بین تیم‌های داماش گیلان و مس کرمان در رشت، هواداران داماش با خواندن سرود که حالا میشنوید یاد دختر آبی رو گرامی داشتند. یک شنبه 31 شهریور، همین یک شنبه هم که دربی استقلال و پرسپولیس. تقدیمی در دور شهر پاسداریشان، بنگر که رسید فصل هاریشان، دور به هران که خود گزیدندش، آزار و شکنج اختیاریشان، از ناخودیان رو بودن هر حق و شهر زنان اسید باریشان. امروز همه تلاش دین کاران تنهاست برای ماندگاریشان و
و از هیچ جنایتی که بسپن کرد ممکن نبود فروگذاریشان، و از هیچ دناعتیش باقی نیست وجدان زننگ و شرم آریشان. با این همه پیش مای بس بسیار هیچ است سپاه ده هزاریشان. انبوهی مردمند رهبر رای در راه و روند ره سپاریشان، بادا که به گاه باشد و کاری در راه قیام پا گذاریشان. در خواستن حقوق خود بادا بس بیش تلاش و پافشاریشان. پیگیر و سمج ارادشان باد و کاری که کنند باد کاریشان. بادا که هزارها به جا ماند آرامش بعد بیقراریشان. او می شود از خطای پیران رست، او می شود از خطای پیران رست، با یک نه توان زدودن آریشان، با یک نه توان زدودن آریشان. خب تقدیمی که شنیدید قصیده بلندی بود، قسمت های از یک قصیده بلند بود از اسماعیل خویی تقدیم به جوانان ایران. باری یک مرور کوتاهی بکنیم به بعضی وقایع مرتبط با بحران منطقه، بعد بریم سر موضوع اصلی امشب و مهمان محترم امشب. 18 اردیبهشت 97 آمریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد که دنبال توافق بهتر است با جمهوری اسلامی در موارد گسترده تر. از برجام خارج شد با این دلیل که این توافق از طرفی دست جمهوری اسلامی رو برای برنامه های موشکی و کمک به تروریسم بین المللی باز نگه می‌داره و به دلیل اینکه دیگه در تنگنای مالی هم نیست، فعالیت های تروریستیش و برنامه های موشکیش گسترش هم پیدا می‌کنه. و دلیل دوم اینکه مهلت 5 ساله تا 10 ساله برای دور زدن و دور موندن از ساخت بمب اتمی بر طبق برجام، یعنی اینکه حکومت ایران میتونه بعد از این مهلت چند ساله مجوز ساختن بمب اتمی داشته باشه، تازه تو این مدت هم معلوم چه کاری بکنه. باری درست 1 سال بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و 10 روز بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد معافیت خرید نفت از ایران رو برای کشورهای مشمول معافیت 8 کشور تمدید نمیکنه، انفجارهای نزدیک بندر فجیره امارات اتفاق افتاد که نه این انفجارها و نه هیچ کدوم عملیات تروریستی بعدی رو جمهوری اسلامی گردن نگرفت. 22 اردیبهشت 98 چند انفجار تو 4 نفتکش در نزدیک بندر فجیره امارات، 2 نفتکش سعودی، 1 نفتکش نروژی و 1 نفتکش اماراتی. 23 خرداد 98 همزمان با دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر جمهوری اسلامی در تهران، در 2 نفتکش که یکیش مال ژاپن بود در خلیج فارس انفجار به وجود اومد. نخست وزیر ژاپن برای ایجاد نزدیکی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به تهران رفته بود. 1 روز بعد از انفجار 2 نفتکش در دریای عمان، ببخشید در دریای عمان، سنتکام مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه ویدیویی رو منتشر کرد و اعلام کرد که این فیلم نشون میده که یک قایق سپاه پاسداران سعی میکنه یک مین منفجر نشده رو از بدنه نفتکش ژاپنی کوکوکا که دوچار انفجار شده بود جدا بکنه. و تصویرهای روشن‌تری که 2 روز بعد منتشر کرد سنتکام که توسط هلیکوپتر آمریکایی گرفته شده ثابت میکنه که این قایق سپاه پاسداران بوده که میبینید دیگه قایق سپاه در کنار نفتکش کوکوکای ژاپنی و حفره و قسمت تخریب شده بدنه نفتکش ژاپنی رو میبینید. بدنه پوشش موتور نفتکش در واقع همینجاست که سوراخ شده، تخریب شده. و بعد بقایای دستگاه اتصال مغناطیسی یک مین منفجر نشده رو اینجا میبینین که خود مین برداشته شده و این بقایای آلومینیومی اتصال اونه. جمهوری اسلامی برای اینکه شیوه کارش این است که عملیات میکنه بعد میگه من نبودم، این بار برگشته که مین منفجر نشده رو که اگه دست هر کی غیر سپاه میافتاد بیفته میتونه لو بده جمهوری اسلامی رو
میاد که این مینو منفجر نشده رو برداره بره تا جای پای نذاره. و به همین دلیل هم هست که بذاریم براتون بخونم، به گفته یک مقام آمریکایی به شبکه تلویزیونی CNN، ساعتی پیش از حمله به دو نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه 23 خرداد، نیروهای ایرانی یک فروند موشک زمین به هوا به سوی یک پهپاد آمریکا شلیک کردند. این موشک به هدف نخورده و در دریا سقوط کرد. پهپاد آمریکا MQ-9 پیش از شلیک این موشک چند قایق ایرانی را رصد کرده که به سمت نفتکش‌ها در حال حرکت بودند. آمریکا اعلام کرد این انفجارها کار جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی هم تکذیب کرد. از 30 اردیبهشت تا 30 خرداد 98 راکت پراکنی به تأسیسات نفتی عراق که محل شرکت‌های نفتی اروپایی است و به نزدیکی محل اسکان سیاستمداران عراقی و نظامیان آمریکایی رو داریم که یک بار حتی تا 1.5 کیلومتری ساختمان سفارت آمریکا در عراق موشک زده میشه. 30 خرداد 98 سپاه یک پهپاد آمریکایی رو آب‌های خلیج فارس میزنه با ادعای اینکه وارد حریم هوایی کشور شده. آمریکایی‌ها میگن که این پهپاد در حال پرواز بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده. در تلافی این اقدام نظامی جمهوری اسلامی 31 خرداد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله نظامی به بعضی پایگاه‌های نظامی سپاه رو صادر می‌کنه و چند دقیقه قبل از اقدام دستور خودش رو لغو می‌کنه. کمتر از یک ماه بعد انگلیس یک نفتکش جمهوری اسلامی رو توقیف میکنه به این دلیل که علارغم تحریم بین المللی داره نفتشو میبره سوریه. جمهوری اسلامی هم یک نفتکش انگلیسی رو توقیف میکنه. انگلیس نفتکش رو آزاد میکنه و نفتکش که اسمش گریس وان بود اسمشو کرد آدریان یک و نفتشو برد سوریه. خالی کرد. جمهوری اسلامی هنوز نفتکش انگلیسی رو آزاد نکرده. و اما صبح شنبه 23 شهریور 98 پالایشگاه‌های نفت بقیق و خریس در شمال شرقی عربستان هدف موشک و پهپادهای انتحاری قرار می‌گیره. روزانه 7 میلیون بشکه نفت تو میدون نفتی بقیق تولید میشه. 70% تولیدات آرامکو غول نفتی عربستان تو پالایشگاه‌های بقیق به عمل میاد. جمهوری اسلامی انکار میکنه که دستی در این حمله داشته، هرچند میگه مشروع این حمله. وزیر دفاع جمهوری اسلامی: اتفاقی افتاده بین دو تا کشوری که در حال درگیری با هم هستند. یک طرف درگیری که یمنی ها هستند به صراحت اعلام کردند این کار رو انجام دادند. منطق کار هم روشن هست. کشوری که سالیان سال تحت حملات شدید بوده، تعداد زیادی تلفات به مردم اون در اثر جنگ و همینطور در اثر محاصره‌ای که انجام شده بود وارد شده، به نظرم منطق کار روشنه. یمنی ها گفتن این کار کردن، نه یمنی ها، انصار الله یمن گفته که این کار کرده، این کار انصار الله یمنه. آقای وزیر میفرمایند ثانیاً منطقی بوده، چون منطق کار روشن است که از خودشون دفاع کردن در برابر عربستان. ثالثاً بین دو کشوری بوده که سالهای سال درگیر جنگن. ببینین همه اینا دروغه، حالا خواهم گفت. حسن روحانی واضح‌تر از وزیر دفاعش حرف میزنه. نسبت به مسئله حمله پهپادها سوال کننده البته بیشتر به فکر نفت بود، اما من بیشتر نگاه میکنم به مسئله امنیت و ثبات منطقه به جای نفت. و این مشکل ریشش از تجاوز به یمن شروع شده. باید از اونایی پرسید که به چه دلیلی به یمن تجاوز کردند. یمن را روزانه دارن بمباران میکنن، ویران کردن، مردم اونجا رو از بین بردند و خب مردم یمن ناچارن در برابر این همه تجاوز و سیل اسلحه از آمریکا و اروپا به سمت عربستان و امارات پاسخ بدن. نمیتونن در برابر ویرانی کشورشون دفاع مشروع نداشته باشن. کاری که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست. بله ما نبودیم، اما خب
خوب کردن، از خودشون دفاع کردن در برابر سالها تجاوز نظامی عربستان سعودی. شما چه کاره این وسط آقای دولت جمهوری اسلامی؟ جنگ بین عربستان و یمن نیست، جنگ داخلی یمن بین حوثی ها و دولت یمن. عربستان و جمهوری اسلامی دو دولت خارجی هستند که هر کدوم برای منافع خودشون تو جنگ داخلی یمن دخالت کردن. در واقع جنگ داخلی هم از اول نبوده، رهبر حوثی ها از ارادتمندان خمینی بود، رفت قم، بعد که برگشت یمن علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی یمن که کشته شد دعوتش کرد برای گفتگو، رد کرد ملاقات رو و دو ماه بعد ارتش یمن زد کشتش. برادراش و قبیله و ایل و طایفش جمع شدن، تبلیغات شیعی را انداختن، از شیعیان یزیدی هستند بخش زیادشون، تبلیغات شیعی را انداختن تا 15 سال پیش 2003 بله 15-16 سال پیش که شاخه نظامی حوثی ها با حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شد به نام انصار الله، با پرچم و آرم و این شعاری که دارین میبینین الله اکبر، الموت آمریکا، الموت اسرائیل، الموت نفس یهود، مرگ بر آمریکا، اسرائیل، یهود، اللعنت علی الیهود. یعنی تجسم وحشت آفرینی من نفرت انگیزی در جهان. یعنی از دید بشر معاصر بعد از جنگ جهانی دوم اینها مجرمن، از طرف هر بشر در هر کشوری که بیاد شعارش بشه مرگ بر یهود، یکی دیگه هم بیاد شعار بزنه مرگ بر مسلمان، یکی دیگه هم بیاد شعار بزنه مرگ بر مسیحی، یکی دیگه بیاد شعار بزنه مرگ بر بهایی، ببینین دنیا چه میشه. این تشکیلات ساخت پرداخته جمهوری اسلامی است، انصار الله یمن. سیل اسلحه و مهمات جمهوری اسلامی از طریق باب المندب به ویژه سرازیر میشه به یمن برای انصار الله. همین 3 سال پیش اردیبهشت 95 نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد، دارین میبینین عکس ها رو دیگه، کشتی بزرگ ایرانی حامل اسلحه های کلاشینکوف، سلاح های دوش پرتاب، راکت و نارنجک رو که در راه یمن بود متوقف کرده. حوثی های یمن کمتر از 1/4 یا 1/5 کشور دستشونه. ببینین این نقشه کلیه که هم یه نگاهی بکنین، اون قسمت سبزی که دارین میبینین پایین نقشه دست حوثی هاست. بقیه یمن که کل نقشه قرمز هست، غیر از یک قسمتی در جنوب، یه قسمت کوچیکی در جنوب، بقیه یمن دست دولت یمن. شنبه 23 اردیبهشت که انفجار پالایشگاه عربستان در بقیع و خریس صورت گرفت، حوثی‌ها یمن اعلام کردند که با 10 پهپاد زدن تاسیسات نفتی بقیع و خریس رو داغون کردند. هیچ کی حرفشون رو باور نکرده، چون دلایل بسیار است برای رد این ادعا، این دروغ. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا عصر شنبه 23 شهریور در توییتر رسمی خودش نوشت، در حالی که روحانی و ظریف تظاهر به دیپلماسی میکنن، تهران پشت نزدیک به 100 حمله به عربستان سعودی است با وجود همه درخواستها برای کاهش تنش. جمهوری اسلامی ایران حالا یک حمله بی سابقه را علیه عرضه انرژی جهان انجام داده. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که حملات از سوی یمن باشد. یکی از مسئولان دولت ترامپ ادعای شورشیان حوثی در مورد حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرد و گفت که آنها مدعی شدند با 10 پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند، حالا که دست کم 17 نقطه از تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله واقع شده و 2 بار هم از بمب‌های هدایت شونده دقیق استفاده شده. او گفت که پهپادها و موشک‌هایی که شورشیان حوثی در اختیار دارند هیچ کدام از چنین بردی برای رسیدن به تأسیسات نفتی یاد شده برخوردار نیستند و از این رو ممکن نیست که این حملات توسط شورشیان حوثی صورت گرفته باشد. و طبق عکس‌هایی که از هدف‌های زده شده گرفته شده، محل اصابت بمب‌ها روی موشک‌ها به طرف شماله، یعنی
این یک دلیل روشن، یعنی اینکه نمیتونه پهپاد یا موشک از جنوب یعنی از یمن فرستاده شده باشه، بعد بره از روی هدف رد بشه و بعد برگرده هدفو بزنه. این تو بازی‌های یارانه‌ای هم نیست. یعنی روشنه این حمله ها از طرف شمال بقیق و خوریز انجام شده. طبق گزارش خبرگزاری ها بقایای موشک‌هایی که در محل پیدا شده متعلق به جمهوری اسلامی و ساخت سپاه پاسدارانه. شنبه حمله شد، دوشنبه تیم مشاور امنیت ملی کاخ سفید نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خودشون رو به رئیس جمهور آمریکا دادن که چگونگی انجام گزینه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی رو مطرح بکنه، از حمله سایبری برای به کار انداختن سیستم‌های عامل سپاه در منطقه که قبلا هم انجام شده بود تا عملیات مستقیم نظامی. ببینین این نقشه نشون میده که یمن در جنوب عربستان، بقیق و خوریز در شمال شرقی عربستان. شمال یمن ببینین اون بقیق و از ریاض که میرین بالاتر این فلش زده شده از اون قسمت سبز که دست انصار الله میره تا زیر دمام کنار بحرین و از ریاض رد میشه از اون منطقه در واقع. خب از اونجا تا بقیق یعنی از قسمت سبز تا بقیق حدود 800 کیلومتر و با این دقت که زده شده. حالا از اون ور فاصله تا ایران کمتر از فاصله تا یمنه، ولی یه نکته هست، یعنی فاصله تا ایران فقط باید اون عرض خلیج فارس رو رد بکنه، ولی یه نکته هست، میگن یکی از موشکای کروز که به بقیق خورده از بالای کویت رد شده، یعنی قاعدتا باید از عراق اومده باشه. کویت رو میبینین دیگه بین عراق و خلیج فارس و این طرف عربستان و اون طرف ایران. اما امروز گزارشی رو دیدم در سی بی اس از قول یک مقام آمریکایی که گفته شده از پایگاه موشکی در اهواز شلیک شده این موشک ها. خب این محل میتونه از اهواز هم شلیک شده باشه چون اونم باید از رو بحرین رد بشه، از روی کویت رد بشه. حالا باز نقشه‌ها رو میبینیم. این محل مراکز مهم نفتی در آب و نیروگاه بوشهر و پایگاه‌های موشکی ایرانه که یکیش نزدیک عربستان در خارکه که الان تصویر بزرگ شده شو میبینیم. کنار بوشهر اون دایره بزرگتر تو تصویر بزرگ شده اون یکی از پایگاه‌های اصلی موشکی ایرانه و همینطور توی خارک یک پایگاه موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران. خب این مرحل یعنی از دم این خارک این یک پنجم فاصله ای رو داره تا بقیق نسبت به فاصله ای که حوثی های یمن دارن با این مراکز بقیق و خوریز نفتی آرامکو در عربستان. حالا یه نقشه ای رو ببینید تا فاصله پایگاه های انصار الله یمن با بقیق و خوریز از طرفی و فاصله پایگاه موشکی جمهوری اسلامی و مراکز نفتی عربستان از طرف دیگه روشن بشه. ببینین نقشه رو. خب ببینین این نقشه کلی که عرض کردم حالا یکم درشت‌تر شده. این بقیق و خوریز محل اینها، یمن رو دارین میبینین و این محل سبز یعنی قسمت سبز محلی است که دست انصار الله یمنه، دست حوثی هاست و از اینجا اگر بنا باشه بله اون جزیره خارک که عرض کردم تو عکس قبلی دیدین. خب اگه بخواد از اینجا زده شده باشه به بقیق این فاصله رو شما تصور بفرمایید که عرض کردم حدود 800 کیلومتره و اگر قرار باشه از خارک زده بشه این هم فاصله شو در نظر بگیرید که حداقل یک سوم فاصله است که به بقیق میرسه، به همون مراکز نفتی. روز چهارشنبه سرهنگ ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان در یمن در یک کنفرانس خبری در ریاض تصاویری از باقی مونده موشکایی که ساخت ایرانه و مراکز نفتی بقیق و خوریز رو زده نشون داد و گفت حمله به تاسیسات عربستان سعودی از یمن انجام نشده بلکه از شمال منطقه خلیج فارس صورت گرفته. بر اساس گفته این مقام نظامی سعودی در حمله پهپادی اخیر از سیستم موقعیت‌یابی دقیق و جی پی اس استفاده شده. سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت
طبق روال گذشته با نمایش لاشه هایی که میگویند متعلق به لاشه های موشک و پهپاد است که این منطقه رو زده، منطقه نفتی آرامکو رو زده، گفت که این تسلیحات رو ایران به کار گرفته و گفت که در حمله به تسلیحات نفتی عربستان سعودی در شرق این کشور، شمون شمال شرقی، از موشک کروز و 25 پهپاد استفاده شده. و ادامه صحبت هایی که گفت چه نوع موشک هست و اینها، که موشک کروز یا علی، موشک های نقطه زن در حمله اخیر استفاده شده، این موشک ها از شمال شلیک شده و بنابراین حمایت جمهوری اسلامی رو داشته. و خب من قبل از اینکه زیاده بگویم، باز اجازه بدین که برم خدمت آقای دکتر هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنت نظامی کانادا در کینگستون کانادا، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. آقای دکتر حسن یاری بفرمایید که حالا من مختصری از آنچه که به هر حال رسانه‌ای شده بود و عرض کردم، بفرمایید که نگاه شما به حمله به مراکز نفتی عربستان چیه؟ منظورم از مبدأ حمله با توجه به نوع موشک‌ها و فاصله مسیر و اینها. خواهش می‌کنم. ببینین، اگر که نگاه بکنیم به لاشه‌های موشک‌ها، موشک‌هایی که عمل نکردند و در خاک عربستان افتادند و همینطور پهپادها، اون چیزی که ازشون مونده خیلی روشن هست که جهت اینها رو می‌شود ردیابی کرد. بنابراین شکی نیست که این حملات از شما صورت گرفته. تنها سوالی که وجود داره یا معمایی که فعلا وجود داره این هست که دقیقاً از چه محلی. شما اشاره کردین که اهواز میتونه یکی از محل‌های پرتاب این تسلیحات باشه و همینطور از خاک عراق. در هر دو صورت اون چیزی که مهم هست این است که رد پای سپاه و یا دست سپاه در این مورد به روشنی دیده میشه. حتی اگر که هم بعضی از این حملات از خاک عراق صورت گرفته باشند، میدونیم که سپاه قدس در خاک عراق حضور بسیار بسیار گسترده و جدی داره. نیروهای نیابتی رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده، اونها میتونن محیط رو آماده بکنن، فراهم بکنن برای استفاده سپاه از حمله به عربستان. و در نتیجه در این مورد به اعتقاد من تا اونجایی که نگاه بکنیم به تمامی کشورهای، حتی کشوری نظیر فرانسه که رئیس جمهورش بسیار سعی میکنه مواضع ایران و آمریکا رو به هم نزدیک بکنه و در تنش زدایی به طور خیلی جدی شرکت بکنه، فرانسوی ها هم به این نتیجه رسیدن که به طور قطع این حملات از یمن صورت نگرفته و تنها محل دیگری که میماند ایران است. اعتقاد من بر این هست که یا از خاک ایران یا از عراق و یا از ترکیبی از این دو این حملات صورت گرفتن. آقای دکتر آیا امکان ردیابی یعنی نبوده است؟ ببینید، من یه خبری باز میخوندم که سی بی اس آمریکا فکر میکنم منتشر کرد این خبر رو، که یک مقام آمریکایی گفته است که ما از پایگاه موشکی در اهواز رصد که میکردیم دیدیم که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای پرتاب موشک هستن، ولی خیلی اهمیت ندادیم به این موضوع قبل از این حمله. حالا من کاری به چند و چون این ندارم، ولی منظورم این است که اگر از اهواز، از خارک به ویژه، از اینجاها به ویژه اگر که حمله موشکی صورت بگیره، مگر ردیابی نمیشه؟ یه خبر کوچیکی هست دیدم که میگفتن موشک ها رو بروز کرده، پیشرفته تر کرده جمهوری اسلامی، موشک های کوتاه بردشو که از فاصله خیلی کم با زمین حرکت کنن که ردیابی نشن. این مجموعه میدونین یه مقدار غیر قابل قبوله این توضیح ها. خود جمهوری اسلامی و بخصوص سپاهیان بارها بر این ادعا تاکید داشتن که
در مورد ساخت موشک ها به تکنولوژی به فناوری های مهمی دست پیدا کردن، از جمله اینکه این موشک ها میتونه همونطور شما اشاره کردین در سطح بسیار پایینی حرکت بکنن. چون این امری ممکن هست، باعث دیدید که آیا ایران از چنین توانایی برخوردار هست یا نه. ولی اون چیزی که مهم هست این است که در مورد بخش اول سوال جناب عالی، این که خب ماهواره ها وجود دارند و دستگاه های اطلاعاتی و شنود بسیار زیاد توسط آمریکایی ها. خب ببینین اینها در گذشته در مورد پهپادی که سپاه پهپاد آمریکایی رو که سپاه منفجر کرد عکس ها رو ما دیدیم و شواهد رو دیدیم. منتها اون چی که بسیار مهمه اینه که جمهوری اسلامی کاری به این نداره واقعا شواهد شما تا چه حدی اینها محکمه پسند هستن یا نیستن و آیا اساسا اعتنایی به این شواهد داری یا نه. به طور خیلی روشنی به چنین سوالاتی در گذشته پاسخ خیلی روشنی دادن جمهوری اسلامی. بنابراین هر چند که حتی فیلم اینها رو اگر که بیارن نشون بدن که از به عنوان نمونه اونطور شما اشاره کردین از خارک یا اهواز اینها پرتاب شدن، باز قابل قبول نخواهد بود، به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که واقعا در طی چند سال گذشته به طور خیلی جدی شرایط کاملا جدیدی رو در عرصه بین الملل به وجود آورده این هست که می شود به راحتی هر گونه شواهدی رو رد کرد و جمهوری اسلامی خب سالهاست که در این زمینه کار میکنه، بسیار متخصص این امر شده و در نتیجه چندان اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداری که به دیگران بیایند و نشان بدهند و یا اینکه از روی لاشه این موشک ها و پهپادها بشود گرفت و دنبال کرد تا به کجای ایران رسید. اینها مهم نیست، مهم این است که جمهوری اسلامی کارهایی رو انجام میده و حاضر نیست تقبل بکنه مسئولیت این کارها رو، به خاطر اینکه تبعات اونها بسیار زیاده و در نتیجه این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکنه. به طور قطع در یه شرایطی بایستی دید که این دوباره این بحثایی که میشه در مورد این حملات به تاسیسات آرامکو فروکش خواهد کرد تا اینکه جمهوری اسلامی دست به عمل تازه بزنه. آقای دکتر، جمهوری اسلامی است که نمیپذیره یا نمیپذیره چی انکار میکنه در واقع. شواهد بیش از آن است که بشود انکار یا اغماز کرد که این حمله مثل حمله های قبلی، عملیات تروریستی قبلی، از داخل مرزهای ایران یا عراق انجام شده، به هر حال توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده. و چرا تقریبا همه دولت ها سعی میکنن این وضوح رو مبهم جلوه بدن؟ نظر من سوال کلیدی اینه. ببینین اگر نگاه بکنیم به دولت‌هایی که در برابر دولت جمهوری اسلامی قرار دارن، به عنوان نمونه آمریکا که مقتدرترین اونها هست، به طور خیلی روشنی می‌شود از گفتار و رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این درک روشن رو به دست آورد که آمریکا واقعا به دنبال جنگ نیست. یکی از انتقادات بسیار زیادی که ترامپ به دولت پیشین، دولت آقای اوباما داشت، این بود که دولت اوباما بایستی به این جنگ ها خاتمه بده و نیروهای آمریکایی رو برگردونه، بخصوص که امسال خب به قول آمریکایی ها فصل انتخابات هست و در نتیجه از اونجایی که ظاهرا اشتهای زیادی در بین مردم آمریکا در مورد رفتن به یک جنگ تازه وجود نداره، در نتیجه ترامپ نظیر هر سیاستمدار دیگری که به مسائل انتخاب مجدد خود فکر میکنه از جمله مسائل دیگر، خب اون هم به این نتیجه میرسه که علی رغم شما اشاره کردین
شواهد غیر قابل انکار، ولی همچنان تاکید احتمالاً تاکید خواهد کرد بر روند دیپلماسی و اینکه دیپلماسی مهم هست، دقیقاً به خاطر اینکه دست به یک حمله نزنه. تا یه حدی باید دیدید که آیا جمهوری اسلامی اشتهای بیشتری خواهد داشت بعد از اگر که آمریکا در این مورد دست به عملیات جنگی نزنه. دوم عربستان رو اگر ببینیم، خب عربستان تا اونجایی که میشود از جنگ یمن برداشت کرد، علی‌رغم تسلیحات بسیار پیشرفته‌ای که طی سالهای گذشته عربستان خریده با هزینه‌های بسیار بالای میلیاردی، متاسفانه از دید عربستان این کشور نتوانسته است اون تسلیحاتی رو که در اختیار داره که از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی جهان هستن، از اینها بهره برداری مناسب رو بکنه. کشورهای کوچک دیگری که خب بسیار ضعیف‌تر هستن، نظیر امارات و اینها بسیار ضعیف هستن و از اونجایی که فاصله بین ایران و این کشورها وجود نداره، این کشورها خود رو در معرض حملات نه مستقیم ایران بلکه حملات غیر مستقیم، همونطور شما اشاره کردین به اون نفتکش ها در فجیره و بعد از اون، در چنین شرایطی قرار دارن و در نتیجه از دید اینها هم هرچند جمهوری اسلامی به چنین کارهایی دست زده و میزنه، ولی نبایستی وارد جنگ شد به خاطر اینکه نتیجه جنگ احتمالاً از دید اینها مشکل تر از این خواهد بود که وارد یک جنگ بشوند. بنابراین در کشورهایی رو که در این زمینه فعال هستند بایستی دید که در این شرایط قرار دارن. اسرائیل تنها کشوری است که به طور مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر میشه، درگیری های بسیار متعددی در خاک لبنان از طریق حزب الله و چه مستقیما در سوریه با جمهوری اسلامی داره، و در اون مورد دیدیم به خاطر اینکه اسرائیل بسیار قدرتمندتر از نظر نظامی جمهوری اسلامی، علارغم تهدیدهای متعددی که بعد از هر حمله اسرائیل کرده، یک بار هم به طور جدی با نیروهای اسرائیلی درگیری پیدا نکرده. منتها بایستی دید که آیا در یک جایی این خواسته ها و یا عدم پذیرش این امر که از جانب بعضی از کشورها که نبایستی با ایران وارد جنگ شد، آیا همین ها به هم میرسه و در نتیجه جنگی صورت خواهد گرفت یا نه؟ به نظر من هنوز احتمال جنگ بسیار بالاست، به خاطر اینکه خب یواش یواش زمزمه های خیلی بیشتری در آمریکا به گوش شنیده میشه در مورد اینکه دولت آمریکا حتی اگر به دنبال ایجاد جنگ نیست، بایستی یک پاسخ شایسته رو به جمهوری اسلامی بده تا اینکه جمهوری اسلامی درس بگیره، ولی فعلا در اون شرایط قرار نداره، آمریکا قرار نداره، ولی نمیشود انتظار داشت که این عدم فعالیت نظامی آمریکا در برخورد با ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا تمرکز دولت ترامپ بر این هست که این تحریم های بسیار شکننده کار خودشون رو انجام بدن و تا حد بسیار زیادی انجام دادن، و به نظر من اون چیزی که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام میده به نوعی نشان دهنده عدم خوشنودی جمهوری اسلامی از این وضعیت هست از یک طرف، از طرف دیگر احتمال این رو میده که با این بالاخره یک برخوردی ممکن هست که گشایشی پیدا بشه که یعنی در نتیجه من منظورم دقیقاً من دقیقاً می‌خواستم همین ازتون بپرسم، این چه گشایشی؟ یعنی جمهوری اسلامی دنبال چیه از این در شرایط فعلی عرض می‌کنم؟ با همین بحران سازی ها، با همین موشک پرانی ها، با همین زدن مراکز و این اقدامات جنگی در واقع که میکنه، دنبال چیه الان تو این شرایط؟ جمهوری اسلامی دنبال اون چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی بارها بر اون تاکید کرده و همین دیروز پریروز دو مرتبه این حرف رو تکرار کرده، یعنی اینکه ما حاضر هستیم با آمریکا صحبت بکنیم اگر که آمریکا یک سری
به یک سری اعمال دست بزنه، یعنی اینکه تحریم ها رو پایان بده و رفتار عادی داشته باشه و اون چیزی که در این مورد اشاره کرد، یعنی اینکه به دنبال این هستن که تحریم ها برداشته بشه علارغم گفته های گذشته اینها که تحریم ها مطلقا تأثیری ندارن و ما از ابتدای انقلاب تا به امروز تحت تحریم هستیم و در نتیجه این تحریم ها نمیتوانند به اصطلاح کمر ما یا کمر انقلاب رو بشکنند، ولی میبینیم که این تحریم ها بسیار جدی هستند و کمر بسیاری رو در ایران از بین بردن. درست به همین دلیل که الان شما فرمودید، عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم، درباره تحریم ها، درباره این که آمریکا از تحریم ها دست برداره، در این صورت ما میایم نمیدونم صحبت میکنیم فلان میکنیم، حاضریم به مذاکره وگرنه غیر از این باشد. خب اینم قاعده بازی نیست خلاصه، و به همین دلیل عرض میکنم که دنبال چی میگره. یه نکته من درباره، حالا تو فرصت داریم بگم، شاید برگردیم دوباره به این بحث. ببینین همین اخیراً اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر مستقرن، رفتن مسکو و بعد برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی آمدن تهران. خبرگزاری تسنیم که همین دارین میبینین دیگه که خبر اختصاصیشه، که نوشته این دومین سفر خارجی اعضای دفتر سیاسی طالبان پس از لغو مذاکرات این گروه با آمریکا توسط دونالد ترامپ است. یعنی آقای ترامپ لغو کرد و آقای رئیس طالبان اصلا لغو نکرد، میخواست مذاکره بکنه و این. حالا خبر می نویسد که اعضای دفتر سیاسی طالبان با برخی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی و همچنین مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کردند. آقای دکتر حسن یاری، آیا عملیات اخیر طالبان تو این یک ماه گذشته، دو ماه گذشته، به ویژه یک ماه گذشته دیدیم که چند عملیات که طالبان هم به عهده گرفتن، ده ها نفر زن و بچه و پیر و جوان کشته شدن، عملیات تروریستی، آیا این عملیات هم به مسائل ایران و آمریکا مربوطه؟ یعنی آیا خلاصه مطلب این جمهوری اسلامی است که به طالبان میگوید که چه بکنید چه نکنید در همین ایجاد بحران و کشتاری که هست؟ ببینید چیزی که مهم هست این هست که به نظر من این است که حضور طالبان در تهران تازگی نداره. زمان در بدترین شرایط جنگی در افغانستان طالبان به ایران رفت آمد میکردن. به خاطر بیاریم که رهبر طالبان بعد از اینکه از ایران برمیگشت در کویت پاکستان کشته شد و همینطور جمهوری اسلامی پناه داد به تعدادی از افراد القاعده. بنابراین این تازگی نداره. ببینید جمهوری اسلامی از این اهرم ها به نوعی می شود گفت که جزو این نیروهای نیابتی هستن که جمهوری اسلامی ایران از اینها استفاده میکنه. هر زمانی که نیاز پیدا بشه اینها رو فعال میکنه دقیقاً به خاطر اینکه فشار بیاره بر نیروهای بزرگتر، به خصوص در این مورد به آمریکا، تا اینکه آمریکا و ایران رو به طور جمهوری اسلامی رو خیلی جدیتر بگیره در مذاکرات و همینطور از فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد میکنه بکاهه. نکته بسیار مهم غیر مستقیم در این مورد این هست که این کار جمهوری اسلامی نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی هم به این اعتقاد رسیدی که مسکو راه حل نیست، پکن راه حل نیست، راه حل آمریکاست. منتها از اونجایی که این دشمنی با آمریکا 40 سال حداقل از عمرش میگذره نزد رهبران جمهوری اسلامی، عرض کردم به حداقل 40 سال، به خاطر پیش از اون هم زمانی که اینها در قدرت نبودن احتمالاً چنین افکاری رو داشتن، بنابراین در 40 سال گذشته این کار رو کردن مرگ بر آمریکا. و خیلی سخت هست که بعد از اون دو نرمشی که انجام دادن، یعنی آیت الله خمینی که قطعنامه 598 رو پذیرفت که جنگ با عراق رو معلق کرد و نرمش قهرمانانه اخیری که به برجام منتهی شد، اینها به جای اینکه بیان به اصطلاح نرمش قهرمانانه سومی رو هم انجام بدن و با کشوری که با اونها دشمن هست به طور مستقیم وارد مذاکره و یا جنگ بشوند، به طور غیر مستقیم امتیازات بی‌نهایت زیادی به روسیه میدن، به چین میدن
تا اینکه اونها بتوانند پشت و پناه اینها باشند که اونها نشان دادن چه در گذشته و چه در گذشته دورتر در مورد روسیه که هرگز اینها شرکای قابل اعتمادی نیستند، به خاطر اینکه تنها کشوری که بزرگترین ضربات رو بر پیکره جغرافیای ایران وارد کرد روسیه بوده با قطع کردن شما. بنابراین نمی‌شود این فرضیه رو کنار گذاشت که جمهوری اسلامی ممکن هست که از طریق این طالبان بر فعالیت‌های خود علیه دولت قانونی افغانستان نیفزوده باشه، به خاطر اینکه خب به هر تقدیر آمریکا در پی این هست که هر چه زودتر نیروهای خود رو خارج بکنه و بنابراین میشود انتظار داشت که چنین کاری رو هم جمهوری اسلامی انجام بده به خاطر پیشینه‌ای که داره. بله آقای دکتر، همین هفته پیش رو مجمع عمومی سازمان ملل است. آیا دولت آمریکا به معجزه‌ای میتواند در واقع با توجه به حضور چین و روسیه عرض میکنم در شورای امنیت سازمان ملل به ویژه دلخوش باشد که بتواند یک ائتلاف وسیع برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست بیاره؟ آیا یعنی میتونه موفق بشه؟ حدس های زده میشود که مدارکی رو که آمریکا فراهم آورده است از قطعیت حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران به عربستان، اینها رو میخواد در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه بده. خب آیا فکر میکنید که یک ائتلاف وسیع میتونه در سازمان ملل، در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل به وجود بیاره دولت آمریکا؟ ببینید، تصمیم گیری در مورد یا شرایط جنگ رو فراهم کردن در شورای امنیت هست. تجربه از اینه که آمریکا چرا حرف از مجمع عمومی میزنه. در مورد اینکه آیا ایران میتواند یک چون توافقی رو به وجود بیاره، بستگی تام داره به اینکه آمریکا مداری شواهدی رو شواهدی رو که ارائه میده اون به اصطلاح اونقدر محکم باشن که بتوانن چین و روسیه رو به خصوص اینها رو همراه بکنن. منتها همراه کردن به خصوص روسیه چندان آسان نخواهد بود، به خاطر اینکه روسیه منافع بسیار زیادی داره. ببینیم، به یمن جمهوری اسلامی روسیه خب بخش مهمی از دریای مازندران رو برد و بین رفقا تقسیم کرد. روسیه داره به یک آرزوی حدود 400 ساله تزارهای روسیه میرسه که آن هم رسیدن به آبهای گرم جنوبه. روسیه در مورد سوریه با ایران همکاری میکنه و از خب روسیه یک مشتری بسیار ضعیف ولی مشتری داره که میتونه از اون به عنوان اهرم استفاده بکنه. در نتیجه آمریکا بایستی به نظر من این شواهدی رو اگر که در دست داره، این شواهد اونقدر محکم خواهند بود که روسیه ناچار بشود بپذیرد. بله، میشود که روسیه و چین رو هم همراه کرد اگر که این دو کشور به این نتیجه برسن که این شواهد محکم هستند و به خصوص هر دوی این کشورها امروز ناخرسندن از اون چی که در عربستان صورت گرفت، حملاتی که به تاسیسات آرامکو صورت گرفت. بخاطر اینکه ببینید، واقعیت این هست که روسیه خب به بازار انرژی نیاز داره، هرچند که بالا رفتن قیمت نفت مبالغ بیشتری رو وارد صندوق‌های روسیه میکنه، ولی این بی‌ثباتی که وجود میاد بسیار مشکل خواهد بود برای روسیه هم. و همچنین این نزدیکی تدریجی که بین عربستان و روسیه در حال شکل گیری است، اون میتونه لطمه بسیار جدی بخوره از اینکه روسیه با دیدن چنین شواهدی همچنان در پی حمایت از ایران باشه. آقای دکتر، معذرت میخوام، دو دقیقه فرصت داریم. آیا راه حل سیاسی داره شرایط فعلی بحران منطقه؟ نه به این معنا که ببینین راه حل سیاسی خب سیاستمدار میطلبه. کسانی که به اصطلاح این نکات بسیار ظریف و دقیق، نه اون ظریف، ظریف و دقیق دیپلماسی و سیاست رو بشناسند. ببینید، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی به طور خیلی خیلی روشن اعلام میکنه که
خیانت است مذاکره با آمریکا و مسائلی از این قبیل، خب چطور می شود انتظار داشت به یک راه حل سیاسی دیپلماتیک؟ به اصطلاح برای رقص تانگو دو نفر لازم هست، یکی به تنهایی نمیتونه اون کار رو انجام بده. در این مورد هم اگر در داخل خود جمهوری اسلامی این تقسیم کاری که امروز وجود داره، یک کسی بگه نه، یک کسی دیگری بگه آری، این تقسیم کار اگر که از بین بره و یک موضع خیلی روشن و شفافی گرفته بشه در مورد اینکه آیا بایستی مذاکره کرد و یا جنگ، در اون صورت تکلیف خیلی از جمله خود جمهوری اسلامی روشن میشه. ولی در جمهوری اسلامی از اونجایی که فقط همونطوری که آقای خمینی گفت که اگر 30 میلیون بگویند آری، من میگویم نه و نه خواهد بود، امروز هم چنین وضعیتی وجود داره. بنابراین فعالیت های آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، خانم مرکل آلمانی و دیگران که بخواهند مواضع ایران و آمریکا رو به هم نزدیک بکنند، اینها موفق نخواهند شد، به خاطر اینکه قبل از هر چیز دعوای داخل تهران بایستی، اگر دعوای هست به واقع، بایستی اون دعوا تکلیفش روشن بشه تا اینکه بعداً بشود انتظار داشت. ببین، شرایط بسیار مناسبه به نظر من برای مذاکره سیاسی و راه حل سیاسی، منتها ظاهرا اینطوری که از شواهد برمیاد جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی ظاهرا به دنبال توافق با شیطان بزرگ نیست، به خاطر اینکه 40 سال مرگ از شیطان گفتن خب بالاخره به مشکلات زیادی رو میتونه در داخل پیش بیاره. سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هوشنگ احسان‌یاری، استاد کالج سلطنت نظامی کانادا در کینگستون کانادا، و بسیار متشکرم آقای احسان‌یاری که فرمودین که منظور اون ظریف نیست. بریم پرده آخر. من تو مهدیه فرض میکنم به آقایونم که نماز جماعت میخونن بیان بکنید هر موقعی که اسم امام خامنه ای اومد 3 صلوات جلی بر محمد آرت میده. آقا من از جمعون ها میخوام تو کانال ها، توی شبکه های اجتماعی این مطلب ما رو حتما بیان بکنن، خودشونم حتما مروج این قضیه باشن که از این به بعد حتما حتما وقتی اسم آقا آمد، امام آمد، 3 صلوات جلی بر محمد و آل محمد به نام امام خامنه ای بفرستن. شب و روزگار خوش.